بهمن قبادی در بهمن ماه سال 1348 در شهر بانه استان کردستان به دنیا آمد. شهری نزدیک مرز ایران و عراق در استان کردستان ایران. تعلق خاطر او به فرهنگ و اصالت کردی را به وضوح در فیلمهایش می توان مشاهده کرد، به طوری که بیشتر فیلمهای او به زبان مادری و در همان منطقه ساخته شده است. منطقه ای با نام واحد کردستان ولی در کشورهای مختلف همجوار. به طور کلی کردستانات از چهار بخش کردستان ایران، شرق کردستان، کردستان سوریه، غرب کردستان، کردستان ترکیه، شمال کردستان و کردستان عراق، جنوب کردستان تشکیل شده است. تمامی این سرزمین در اصل بخشی از ایران صفوی بود که در جنگ چالدوران طی سالهای 1512 تا 1520 میلادی قسمت بزرگی از آن در حدود 80% کل کردستانات به دولت عثمانی واگذار شد. قبادی بعد از اتمام دوران دبیرستان در شهر سنندج در سال 1370 به تهران آمد و کار خود را در رشته عکاسی صنعتی شروع کرد. گرچه در دانشگاه صدا و سیمای ایران تحصیل کرد، اما هیچ وقت فارغ التحصیل نشد. او معتقد بود برای آموختن هنر سینما به جای آن همه تشریفات مربوط به اخذ مدرک، تنها راه تلاش خستگی ناپذیر در ساخت فیلم های کوتاه است. ساخت فیلم های 8 میلیمتری نقطه شروعی برای بهمن قبادی در ساختن فیلم های مستند کوتاه آینده بود. به واسطه فیلمسازی غریزی و در روند آشنایی با کار، قبادی سبک منحصر به فردی را خلق کرد و در مدت زمانی کوتاه شناخت گسترده‌ای از سینما پیدا کرد. دستیابی به این موفقیت بزرگ با زندگی در مه 1995، یکی از تحسین برانگیزترین فیلم‌های کوتاه در ایران برای او به دست آمد. به دنبال این موفقیت، بهمن قبادی با ساختن فیلم زمانی برای مستی اسب‌ها سال 2000 کارش را ادامه داد که این فیلم اولین فیلم بلند کردی در تاریخ سینمای ایران به شمار می رود. Thank you.
سلام علیکم. سلام. کجا میری؟ بار چی داری؟ بار ندارم، فقط مسافر دارم. بچه عراقی هم داری؟ بچه عراقی ندارم. بیا پایین. ماسک بینه، ماسک با. بچه کجا میری؟ بچه میبرم سردم. در پی اعطای چندین جایزه بین المللی به وی، دیری نگذشت که توجه جامعه جهانی را به عنوان یکی از پیشگامان سینمای کردی به خود جلب کرد. در جشنواره‌های مختلف سراسر دنیا از این فیلم و دیگر فیلم‌های ساخته شده او از جمله نیمه ماه سال 2004 و لاک پشت‌ها هم پرواز می‌کنند 2006 استقبال زیادی شد و ده ها جایزه به آنها تعلق گرفت. اما متاسفانه در کشور خودش کمتر دیده شد. در سال 2009 قبادی فیلم کسی از گربه های ایرانی خبر ندارد را بدون اجازه رسمی و در شرایطی بسیار محدود فیلم برداری کرد. این فیلم نیمه مستند درباره موسیقی زیرزمینی در تهران بود و بعد از آن او مجبور به ترک ایران شد و کار خود را در خارج از کشور ادامه داد. اشکان نگار میشتسی لندن یه فستیوال دارم چون پاسپورت و ویزا و اینا میدونی چقدر پوله دیوید چه چونه بچه سبکی کار میکنه ایندیرا که ایندیرا که 50 سنت و مدونم خیلی جالبه در سال 2012 فیلم فصل کرگدن را ساخت که با هنرنمایی بهروز وثوقی و در استانبول فیلم برداری شد. آخرین ساخته او پرچم بدون کشور فیلمی مستند داستانی به زبان کردی است که در سال 2015 ساخته شده. قبادی در کارنامه هنری خود صاحب جوایز معتبری از فستیوال‌های مطرح بین المللی شده است. از جمله جایزه خرس شیشه‌ای و جایزه فیلم صلح جشنواره فیلم برلین در سال 2005 و جایزه دوربین طلایی در جشنواره فیلم کن در سال 2000. وی در فیلم مرد ایرلندی ساخته مارتین اسکورسیزی در کنار رابرت دنیرو و آلپاچینو نیز بازی کرده است. اسم این بهمنه. برای سر واسه بهمنه. برای برای برای. این بهمنه منه بهمنه. امروز 12 بهمنه. اینم 12 بهمن به دنیا آمده. تولد جفتمون.